در هفته ربیع الاول سال روز میلاد حضرت خاتم النبیین محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام جهان اسلام غرق در نور و شادی شد مسلمانان در نقاط مختلف جهان با بزرگ داشته این روز در مجالس و محافل مختلف به جشن و سرور پرداختند حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله آخرین پیامبر خدا دین مبین اسلام را برای جهانیان به ارمغان آوردند تا بشریت را به تعالی و راه و رسم درست زندگی آشنا کنند و در این راه رنجها و مشقتهای بسیار را متحمل شدند هنگام ولادت آخرین پیامبر خدا تاق کسرا در ایران شکافت و چند کنگره آن فرو ریخت آتشکده فارس خاموش شد آب رودخانه سماوه در کوفه زیاد شد و به جریان افتاد آتشکده سرزمین فارس پس از هزار سال روشنایی خاموش شد بودهای مکه سرنگون شدند نوری از وجود آن حضرت به سوی آسمان بلند شد و شعاعی وسیع را روشن ساخت و شیطان از پرواز به سوی آسمانهای هفتگانه منع شد ششمی وسیع و جانشین ایشان حضرت امام صادق علیه السلام نیز در طول عمر پربرکتشان تعدادی بیشمار از بزرگترین علما را تربیت کردند و از این رو پیروان مذهب حقه تشیع را شیعه جعفری نیز می نامن. شیخ توسی در کتاب رجال خود تعداد شاگردان امام صادق علیه السلام را 3197 مرد و 12 زن ذکر کرد که همگی در مکتب و محضر ایشان به درجات رفیع علمی رسیدند.